در پی گردهمایی بزرگ هموطنانمان در ویلپانت پاریس به مناسبت 30 سال گرد 30 خرداد که برخی تحلیلگران آن را نمونه و نموداری از قیام و انقلاب مردم ایران علیه دیکتاتوری دینی توصیف کردند و در ادامه زوزه‌های وحشت رژیم آخوندی و پشتیبانان آنان از درخشش کهکشان پرفروغ قیام مردم ایران برای آزادی در ویلپانت، شب گذشته جک استرا در بی بی سی به صحنه آمد تا برای خوش آمد آخوندها برچسب مندرس و پاره پاره تروریستی را از نو علیه مجاهدین دوخت و دوز کند. به نظر می رسد ولی فقیه ارتجا در حضیض سرخوردگی و وحشت چاره جز آویختن به دامان مهرهای فرسوده و از دور خارج شده که خودش هرگاه به مصلحت نظام ببیند آنها را روباه پیر و مکار استعمار توصیف می کند نیافته است. جک استرا با ابراز ناامیدی از اینکه دادگاه‌های انگلستان برچسب تروریستی را باطل اعلام کردند، با تأکید بر اینکه هنوز هم مجاهدین را تروریست می‌داند، در یک دروغ آشکار ادعا کرد اتحادیه اروپا هنوز سازمان مجاهدین خلق را ممنوع کرده و اسم آن در فهرست بین‌المللی تروریستی است. به قسمت هایی از مصاحبه جک استرا توجه کنید. شما بیش از هر وزیر خارجه دیگر کشورهای غربی به ایران سفر کردید. 5 بار در عرض 2 سال. آقای خرازی را دوست خودتون خوندید. البته هنوز هم هست. ولی میدونید که در اون زمان از شما انتقاد میشد، هم از طرف مخالفان رژیم و هم از طرف مخالفان سیاسیتون اینجا در بریتانیا. انتقاد از این که شما خیلی با نرمش و مدارا با ایران برخورد میکنید، تا جایی که همونطور که خودتون هم گفتید شما را جک تهرانی و حتی آیت الله اسرا نامیدند، که مطمئنم قصدشون تعریف و تمجید از شما نبود. شما واقعا دنبال چه چیزی بودید؟ تا این اندازه عمیق وارد سیاست ایران شدید که چه چیزی رو به دست بیارید؟ بله، من اقرار میکنم که مجذوب تاریخ ایران و روانشناسی مردم ایران شده بودم. من معتقد بودم اگر کسی میخواد با حکومتی و مردمی وارد مذاکره بشه، باید گذشته اونها رو بشناسه تا بفهمه که افکار اونها از کجا نشأت میگیره. اگر این کار رو نکنه شکست میخوره. بریم سر موضوع حقوق بشر. انتقاد این بود که شما اساساً نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را نادیده گرفتید، یعنی علی‌رغم آن شما همچنان برای نزدیکی و رابطه با ایران تلاش می‌کردید. انتقاد دیگه‌ای که به شما شده از طرف مخالفان حکومت ایران بوده و حتی بعضی از همکاران خود شما، نمایندگان مجلس از همه احزاب کارگر و محافظه‌کار و لیبرال، اونهایی که از مخالفان حکومت ایران حمایت می‌کنند. اونها میگن که این شما بودید که برای دلجویی از حکومت ایران و به گفته اونها خوشنود کردن مولاها سازمان مجاهدین خلق را ممنوع کردید. اصلی‌ترین سازمان مخالف حکومت ایران. در واقع یک لابی ویژه و کوچکی در پارلمان بریتانیا است که میگه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران سازمان‌های تروریستی نیستند. من با نظر آنها موافق نیستم. من زمانی که تصمیم گرفتم سازمان مجاهدین خلق را ممنوع کنم، در واقع وزیر کشور بودم. و برای ما و همینطور برای دولت فعلی خیلی ناامید کننده است که دادگاه بریتانیا تصمیم بر ممنوعیت این سازمان رو رد کرد، ولی اتحادیه اروپا هنوز سازمان مجاهدین خلق رو ممنوع کرده و اسم آن در فهرست بین‌المللی تروریستی. و یا هیچ نوع فشاری در اون زمان از طرف ایران از طریق وزارت خارجه‌تون به شما نبود؟ من مطمئنم که حکومت ایران چنین درخواستی از وزارت خارجه بریتانیا کرده بود. این در مورد حکومت ترکیه هم صدق می‌کنه. در بیانیه 30 تیر 1383 شورای ملی مقاومت ایران خاطر نشان شده است که جک استرا از این پیشتر نقش واسطه برای بمباران قرارگاه‌های مجاهدین در عراق را به درخواست رژیم آخوندی ایفا کرده بود و به گفته آخوند خاتمی و خرازی در سفر به تهران
به دار آویختن 20 تن از مجاهدین را قابل قبول خوانده بود. به نوشته دیلی تلگراف مورخ 16 تیر 1383، آقای استرا برای خوش آمد آخوندها لیست اسامی 12 امام شیعیان را هم در سفرش به تهران در جیب داشت و وقتی اسم پیغمبر اسلام می آمد صلوات هم می فرستاد. هفته‌نامه ساندی تلگراف در 2 دسامبر 2007 در پی صدور حکم دادگاه انگلستان علیه برچسب تروریستی نوشت: مخالفین ایرانی از ممنوعیت فاسد و شوم استرا آزاد شدند. ساندی تلگراف خاطر نشان کرد: در قلب این داستان شرم‌آور یکی از معماهای مرموز سیاست مدرن قرار دارد. چرا دولت ما باید مکررن نقض قانون بکند که رژیم قاتل تهران را استمالت کند که نقش کلیدی در تسلیح شورشیانی که سربازان انگلیسی در عراق و افغانستان را می‌کشند دارد؟ این ماجرای سیاه به 2001 برمی‌گردد که جک استرا به عنوان وزیر کشور مجاهدین خلق را همراه با القاعده به عنوان یک سازمان تروریستی نامید. همونطور که استرا در 2006 اعتراف کرد، او این را به درخواست رژیم تهران انجام داده است. مجاهدین خلق بخشی از شورای ملی مقاومت ایران است که مورد حمایت میلیون‌ها ایرانی است که می‌خواهند ببینند کشورشان به یک کشور دموکراتیک تبدیل شود و از استبداد ملاها و جوخه‌های مرگ پاسداران انقلاب که بیش از 100,000 نفر از هواداران شورای ملی مقاومت را از سال 1979 تیرباران کرده، قطع عضو کرده یا حلق‌آویز کرده‌اند آزاد شود. ساندی تلگراف افزود: سرانجام هر سه قاضی در دادگاه به نفع مجاهدین رأی دادند و گفتند وزارت کشور واقعیت‌های مهم را نادیده گرفته، قانون را اشتباه فهمیده و یک تصمیم غیر عقلانی اتخاذ کرده است. این حکم خجالت زدگی انگلیس در اروپا را که دو بار با موفقیت آن را برای نادیده گرفتن حکم دادگاه خودش تشویق کرده عمیق می کند. این حقیقت که نشان داده شد دولت ما در طی این مدت غیرقانونی عمل کرده است که رژیمی را استمالت کند که با حلق‌آویز مخالفین سیاسی در ملأ عام شاد می شود، باید نهایتاً بقیه اتحادیه اروپا را متقاعد کند که بفهمند چقدر توسط وزرای انگلیسی به انحراف کشیده شدند و عمل شرم‌آورش را همسو با حکم قاطع دادگاه انگلیس درست کند. یک روز خوب برای عدالت انگلیس، ولی روزی که آقای استرا و همکارانش را با سوالات بسیار ناراحتی که باید پاسخ دهند بر جا می‌گذارد.